در به بیگانم خدمت کرده، چون اگر نفوذ جاسوسی بیگانه در حکومت ایران نباشه یه شب هم اینا نمیذارن بمونن. که شما چقدر ساده این. شما عزیزان، جامعه اطلاعاتی سپاه در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است. این همان گونه که این تشعشع و تلعلع در اقدامات میدرخشه، این استمرارش رو هم باید قوت ببخشیم، هم سرعت. اگر نفوذ قوی نداشته باشن توی اینا که 43 سال دارن، مگه میذارن قذافی با اون قدرت رو میندازن؟ نیکولا چاوچسکو برید بخونید، با اون قدرت 100,000 نفر پای سخنرانیششون همون سخنرانی تبدیل به ضدش میکنن، ترتیبشو میدن. صدام حسین رو همونطور، زین العابدین بن علی رو همونطور، حسنی مبارک رو همینطور، اونا رو از اوج کشیدن پایین در هنگامی که دیدن دیگه باید برن جاشون کسی دیگه بیاد. اما نظام ولایت فقیه کلیتی نظام با اینا بوده و از توش نفوذ دارن. اصلا نظام ولایت فقیه هم موقعی کتاب ولایت فقیه علی روح الله خمینی نوشت، همه فهمیدن که این اصل قند شکر برای استعمار. ولی چقدر روشن فکرها رفتن از خمینی حمایت کردن، چونهایی که تو باند تشکیلاتی چپ و مارکسیست و روس و انگلیس و آمریکا بودن، چونهایی که خر شدن. من وقتی که کتاب خمینی رو خوندم، ولایت فقیه، 16-17 سالم بود. این کتاب الان در مشهد هست. این کمیته وقتی به خونه ما مملکت کتاب های من برد اون سال، همین بود، اینم چوشه. خواهش من بچه شما برین خود کمیته چی های سابق زندانبانه کنی، برین نگاه کنی. همین کتاب ولایت فقیه جیبی کوچیکه. من 15-16 سالم بود وقتی این میخوندم، هی بهش پاورقی مینوشتم، فحش میدادم به خمینی. هنوز موقع زمان شاه بود، خمینی تو نجف بود، میگفتم این چه مرتکه دیکتاتور عقب افتاده، یه چه هی پاورقی نوشتم اینا رو، پاورقی هم هست. خب چطور میشه یهو همه آمدن گفتن آقا امام خمینی؟ همه گفتن امام خمینی. کاری کرده حتی پادشاه بیاد بگه من صدای انقلاب شما رو شنیدم. شعبانو بره با آیت الله خویی صحبت میکنی که آقا تو خمینی رو خلاصی فلان تو این حد. ولی من یه بچه، شما چرا اون کتاب چون نخونده بود کسی، اطلاع نداشت. الان هم مهربان یاران، اگر این اتحاد صورت بگیره که شوربختانه دیر شد دیگه، اینا اومدن بازیاره کردن، میدونید رژیم مگه میتونست بمونه؟ خب حالا رئیس سازمان اطلاعات و امنیت جاسوسی و ضد جاسوسی سپاه پاسداران قدرتمند توی سالها، همه 13 سالش که نیست که، دیدیم احمد اینجا گفت من بیرونش کردم از قبل. اینا هم بعدم یه سیستم هم طایب و سعید ما میبینن، یه نفر که نیست دیگه. این فکر نکن که با یه نفر رفت سیستم هم اینا. مگه سعید امامی اسلامی رو نگفتن واجبی خورده ولی الان داره عشقشو میکنه، میدونید کجا زنده است، داره حالشو میکنه؟ ها؟ این یه سیستمه که سیستم امنیتی هست. بعد توی کشورها وقتی که احزاب عوض میشه، تو آمریکا، تو اسرائیل، اینا اینجا سیستم ها باید تغییر پیدا کنه. الان آقای نفتالی بنت که مشکل داشت و آقای بنیامین نتانیاهو دوباره میخواد بیاد، این سرویس های امنیتی که برای اینا کار میکنن، افتخارات یه بنیامین نتانیاهو نصیب شده تو این سال، نفوذ داده اینا رو. حالا نفتالی بنت میخواد سود ببره، خب اینا با هم درگیر رقابتی دارن کرسی، خب نمیذاره. ولی سیستم وجود داره. شما فکر نکنید سیستم های جاسوسی کنترل ولایت فقیه و هر جورشو بخواد رفت، تمام این ترورهایی که شد، بمبگذاریهایی که میشد، چون شیوه اینها اینه که شیوه سعید امامی، شیوه طائب، شیوه همین شیوه اینها اینه که میگن آقا ما دست پیش بزنیم که پس نیفتیم، ما بذار بریم حرم امام رضا رو خودمون منفجر کنیم، بگیم این مجاهدین خلق منفجر کردم، اینا رو سرکوبشون کنیم.
بذار ما بریم این فخریزاد و خودمون بزنیم بکشیم، چون پرونده داره دیگران در اینا فردا بیرون رو میکنن که این با دختره بود. الان میدونین که دیدین اینا که از همه اینا اینا فیلم دارن که تو رخت خواب، مثلا اونی که برای فلسفی زمان پادشاه درست کرده بودن، آقای شجونی حالت خوبه، الان از اینا برای همه اینا دارن. حالا اون فرمانده دیگه که اولا تو ترکیه داره میرقصه و میخونه پشتش هم خانم جوونش و من پرستو و اینا، او دیگه حالا میگه ما باید شاشتیم بلش کن اول رفته، ولی بقیه همینا تو رخت خواب فیلم های ازشون گرفتن رو دارن که بیا و ببین. از همشون این فیلم ها هست، این موارد هست از اینها، ولی الان این سیستم اینا نمیتونن سیستم رو حذفش کنن. تا حالا البته داره زمین سازی ها میشه، پاک سازی میشه، که وقتی که مشتبه رو میخوان اعلام کنن به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که الان تقریبا 15 سال ایشون داره ایران رو میگردنه، یعنی 15 سال هیچ کسی هم نمیدونه، هیچ کسی هم نمیفهمه، هر کی میگه میگه 15 سالی که مشتبه خامنه ای داره میگردنه. حالا اینجا شما داشته باشید که زلزله اول که شد بیان میپردازن به مشتبه، زلزله اولی که شد طائب حذف شد، حالا فردا داداش هم هست که اصلا داداش یکی سی سایت خدا نمیشونه که اصلا این یهودی اسرائیلیه، اصلا گفتن این یهودیه. حالا کاظمی که میاد، محمد کاظمی میاد سر جای ایشون میشینه. محمد کاظمی رو حتی اینقدر دوستان خبرنگارا نویسنده ها را دو برنامه تلویزیون اینا نمیشناختنش که چندین عکسی که پخش کردن عکسی او نبود، عکسش همینه کهش بداریم میبینید، اینه باتای محمد کاظمیه، شده رئیسش سازمان اطلاعات امنیت سپاه، ولی اینم حفاظت اطلاع، حفاظت یعنی جاسوسی و ضد جاسوسی سپاه رو ریاست چه سالها داشته مورد جاش نگرفت. حالا از اون طرف جای این آقای کاظمی رو دادن به کی؟ به آقای مجید خادمی. مجید خادمی اومده الان ایشون هم شده رئیس سازمان حفاظت اطلاعات و سپاه. حفاظت اطلاعات سپاه رو میگن حفاظت، بدونید یعنی ضد جاسوسی، جاسوسی و ضد جاسوسی، ایشون رئیسش شده مجید خادمی. این جالب زلزله‌ای که سیاوش اوستا با 5-6 برنامه اخیرش آفرید و صحبت کردیم ما از این اتحاد، از این همبستگی، از این مذاکرات مجازی و توافقات مجازی شاهزاده با مسعود رجوی، اینها ترک کردن تا چهت همه رو عوض کردن. فکر کردین به همینجا خاتمی یافت که آقای مجید خادمی رو گذاشتنش رئیس حفاظت اطلاعات سازمان جاسوسی. آقا مهمترین قضیه دیگه که همین زمان این هفته پیش آمد، فرمانده سپاه حفاظت خصوصی ولی فقیر رو عوض کردم. آقای حسن مشروعی فر اومد شد فرمانده حفاظت از ولی امر و اینا، خودش یک لشکری، یک سپاه اینا، چون وقتی جایی میخواد بره او چند هزار نفرن اینا، ما محافظش دیم اینجا 3 نفر اون زمان برای ما گذاش بودن با ماشین زده گروله، حالا این چند سپاهیه، رئیس سپاه محافظین خامنه ایم عوض شد. خب رئیسش که عوض میشه همه پایینایش هم بالایش هم برشان عوض میشن، ما خواهید دید همه برن توی تعطیلات بازنشستگی و اینا، سه نیروی جوانی رو که از قبل آموزش دادن میرن میذارن که اینها اتوماتیکوار میشن محافظین مجتبی خامنه‌ای. مجتبی خامنه‌ای مدت هاست که درس خارج هم میده در قم، در دفتر پدرش، دفتر رهبری در شهر قم، ایشون درس خارج میده. درس خارج برای تو که بخوای بری اونا که راحت نمیدن، که هر طلبه ای که بخواد رو راش نمیدن، نیرو داره میسازه اونجا، پای درسش میشینن، حرفاشو گوش میکنن، بعد کنترل دارن میشن. اینا همه 40-50-100 نفر که اونجا هستن، اینها چشماشون، گوشاشون، حرفاشون، وقتی میرن بیرون تلفن ها جون همه توی سالها تحت کنترل بوده و هست، از توی اینا در میارن همه آدمایی که الان بهش دارن کم کم نزدیک میشن و خواهند شد، شما خواهید دید.
چون خودش هم دیگه به طائب و قدیمی ها احتیاج نداره، همچنان که به قاسم سلیمانی هم دیگه احتیاج نداشت، همچنان که خیلی خیلی دیگه این که میاد باید تیم نو بیاره با خودش. البته این درسی که ایشون توی قم میداد درس خارج مورد مخالفت این مراجع تقلید و قم هم بود، گفتن آقا چرا اومده جای باباشون درس میده و فلان درس خارج میده، چون دکون میدیدن دیگه، نه یکی اگه آیت الله برای ساخته شده اینا میترسیدن از این قضیه. الان پس از این که تقریبا چون خطرناکترین شخص تائب بود برای مجتبی، با این که سالها با ایش رفیق بود، از مشهد با ایش رفیق بود، چند سال تائب بزرگتر بود از مجتبی، ولی از مشهد اینا با هم رفیق بودن، همدیگر میشناختن، مثل که رئیسی اینا از مشهد اینا با هم سلام علیکی داشتن، همدیگر میشناختن، رفیق بودن. ولی تائب با اینکه خیلی خدمت کرده بود، ولی خدمت 20% به ولی فقیه کرده بود و نظام جمهوری اسلامی، 70% به استعمار نوین، یعنی کارای مهم، حذف آدمایی مثل قاسم و کسای دیگه و رفسنجانی و اینا با یاسم گرفتن آدمایی مثل رولازم و فلان اینا که این در رقابت وزارت اطلاعات دولت هم کار میکردن. این دوتا جناح یادتون داره، دوتا جناح مغز که علی خامنه‌ای است، ولایت فقیه و فضل علی خامنه‌ای میشه ولی فقیه رو حفاظت میکنه، برای این دوتا جناح مأموریتشون حتی بعضی کارشون متضاد خواهد بود با هم، درست مثل سازمان های جاسوسی، جاسوسی ضد جاسوسی، یک تشکیلات امنیتی کار جاسوسی میکنه ضد جاسوسی هم میکنه، حالا این دوتا بال کار اپوزیسیون هم انجام میده، کار موافقین هم انجام میده. ملاحظه فرمایید. خب الان تنها جایی رو که مجتبی مونده بایستی صاف کنه برای خودش مراجع تقلید هستن. با سیستانی در عراق مشکلی نداره، چون عراق داره کار خودش رو میکنه، تو عراق، تو خود ایران یک سری اونایی که جوان هستن که، ولی پیرپاتالا که قبولش ندارن، درست مثل پیرپاتالایی که شاهزاده رضا پهلوی قبول ندارن، تا میبیننش به جایی که بگن قربان درود بر شما، وظیفه چیه، دستور چیه، چه کار باید بکنیم، هم تا میبیننش آقا اینجا اونجا همه نظر میدن، به حسن و تقیه غلام علی هم زنگ و تمام، آقا این رو به رضا پهلوی بگو، آقا به رضا پهلوی بگو این کار بکنه، آقا رضا پهلوی. همین سیستمی که میبینید خصلت ایرانی پیر شده در مجتبی خامنه ای هم هست، هرگز علمای حوزه های علمیه قم و مشهد و شهر ری هم داره و هر جا داره ایران باباشو قبول نکردن، باباشو اینا قبول نکردن به زور پول و فلان اینا رو، وقت مشتبه میان قبول کن. حالا کار بعدی که دیگه تائب نیست، این هاست باید دید تا چه توانایشو دارن، اینه که شما خواهید دید از این پس این آخوندای دایناسوره پیرپاتاله همینه که حوزای علمیه اینا یکی یکی باید برن، یعنی صاف باید بشن که وقتی که این قدرت میگیره یک سر صدای همون موقع برای علی خامنه‌ای در اومد، همینان الان اونجا، همینان که اون موقع بودن پیرتر شدن، توزیه خامنه‌ای نیست بچه شه که بعض وقتا رفته دست رو مجتبی خامنه‌ای باید ترتیب این حوزه های علمی قم رو اینا رو هم بده، بعد از اون خواهد بود که هر چه سریع تار اینا رو بکنه به قدرت میرسه و اعلام میکنن. باباشم که من معتقدم بود که شما گفتم و بارها گفتم این کلونه، اینه که ببینید این سید علی خامنه‌ای اصلی نیست، این درست مثل همون هبت اللهی که اصلا وجود نداره داره رهبر میکنه، درست مثل آقای بایدنه، بایدن الان داره آمریکا رو میگردونه، آقا هر کاری که میخواد بکنه مینویسن میدن همیشه دستش، حالا توی فیلمه اشتباه کرده یه چپه گرفته، فیلم بعدا فیلم هم گرفتن، بعد تیکه تیکه کارش، بعد میگن آقا ما برای اوباما هم همین کار میکردیم. آره چون اوباما هم سیستم گورگ سایروس رئیس جمهورش کرده بود، سیستم گورگ سایروس فرق میکنه حزب دموکرات با حزب جمهوری خواه امریکا، حزب جمهوری خواه امریکا زیاد وابسته به گلوبالیسم نیست 100%، برای اینه که بوش موشنا رو گذاشت نگرا، ولی شما این حتی که آقای بایدن دنیا رو داره میگردونه رو نوت باید بخونه.